شروع میکنیم به جا فصل نو، خب در تصویر ورودی فصل به جا ماوارد سفیر فجر رو مشاهده میکنیم که جز اولین نسل از موشک های ماوارده که توسط متخصصان هوافضای ایران به جا ساخته شده و باعث شده که ایران جز نومین کشور از جهان باشه که در زمین میتونه چکار کنه؟ ماوارد قرار بده. خب و همونطور که میدونید این صنعت یک صنعت بسیار پیشرفته و مشکله. در ادامه کتاب جا یک سری سوالاتی پرسیده، این سوالات که از ما پرسیده این سوالات است. چگونه میتونیم، حالا خود رو یکتون بخونیم، رفاهی شما بیو بخون، اصلا گاهی نامه دیه امیرسه این رفاهی ابراهیمی هر کنون جمالی خواسته، اصلا که جمالی هیچ وقت نامده بخون ابراهیمی معلمین ابراهیم بخون آقا بخون معلمین معلمین ابراهیم بخون بخون کتاب میخوای بخون هیچی نمیخوای کنیم جمالی که ایتون نامدی خواهن بخون نه ابراهیمی معلمین ابراهیمی کار خاصی نمیخوای بخونم که بخون مثال کلاسی بخون آقا سلام سلام آقا خوبی؟ این معلمی بخون این ماوار بعد اسمش چیه؟ میدونیم؟ فجر سفیر فجر درسته بخون قسمت پایین چه زیر ماواره بخون چگونه میتونیم جسمی را که خیلی سنگین است همجا جابجا کنیم منظور شما ایرانیان دوره باستان چگونه توانستن خطرات سنگین تخت جمشید را روی هم قرار دهند یا امروزه چگونه ماواره ها را به فضا پرتاب میکنند پاسخ این سوالات قطعا استفاده از ماشین است ماشین ها به ما اجازه انجام کارهای فراتر از انتظار را می دهند. بلند کردن خودرو به وسیله جک یا به جای میلیون ها لیتر نفت توسط یک کشتی هفت تونل بین دو جزیره در زیر دریا ساختن آسمان خراش های با ارتفاع بیش از 5000 متر ساخت پل های چند کیلومتری پرتاب ماوراها و غیره تنها بخش کوچکی از کارهایی که به کمک ماشین ها صورت می گیرد بشر به کمک اختراع و طراحی هوشمندانه ماشینها و ماشینها توانایی انجام کار خود را بسیار افزایش داده است انسانهای ابدی از بزرگ کردن تخت سنگهای بزرگ یا تنههای درخت عاجز بودند در حالی که امروزه با استفاده از ماشینها میتوانیم سازههای عظیم و بسیار سنگین را جابجا کنیم فهمیدی کافی بچه ها در این قسمت که خواند معیون ابراهیمی خواند خب فهمیدیم که همه کارهای زیادی را ما میتونیم انجام بدیم همه این کار به وسیله گفته چی انجام میگیره به وسیله ماشین انجام میگیره خب یعنی گفته که تنها بخش کوچکی از کارهایی است که ما به وسیله ماشین میتونیم انجام بدیم بشر به کمک اختراع و طراحی هوشمندانه ماشینها توانایی انجام کار خود را بسیار افزایش داده انسان و همین دور چه صدای چه نه میده حالا کجایی؟ صدای چه کنیم؟ صدای فهم چه نه ما بریم پرنده میاد چه میاد؟ پرنده یه بیل بذارش سریع ها حرف خوش نمی کنیم؟ نیزیر خب حالا بگذاریم در این فصل بچه ما در این فصل ما میخواییم به بررسی انواع ماشین ها ببردازیم و بررسی انواع ماشین ها برد و قوانین مربوط به هر یک از این ماشین ها رو بررسی کنیم صفحه بجا بریم صفحه بعد صفحه 96 صفحه 96 گفته ماشین ها چگونه به ما کمک می کنند قبل از اینکه بخواییم این موضوع به بردازیم یه تعریف از ماشین بگیم می کنیم یه تعریف از ماشین بگیم معلومی ماشین چیه؟ ماشین چیه؟ قبلا خوندیم ماشین چیه؟ بجا ماشین چی بود؟ تعریف این پرنده گو خیلی سر صدا میگه بذارش بیرون یه جایی میتونی بذاریش نه آقا نه عجب خب میتونی یه دوست همون قطع ها اینا خب حالا یه قطع هست داد قطع نگاه فقط یه تعریف از ماشین بگو حالا بعد خواست صدا رو قطع کن یه تعریفی که قبلا خاطر ماشین چیه بچه ماشین چی بود ماشین؟ ها؟ ماشین بچه چیه؟ ماشین میگه که ماشین میگیم هر چیزی که بتونه انجام کار را برای ما آسون کنه
هر چیزی که بدون انجام کار را برای ما آسان کنه بهش میگیم چی؟ یا در انجام کار به ما کمک کنه اینو بهش میگیم ماشین. فهمیدی اما ماشین چیه؟ بله. هر چیزی که در انجام کار به ما کمک کنه یا کار ما را آسان کنه ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ماشین. نکته بعد جا این نکته بعد دقت کنیم که وقتی میگیم ماشین ما وقتی میگیم ماشینا یعنی چی؟ وقتی میگیم ماشین انجام کار بریم انجام کار رو بریم انجام میدن نه در میزان کار برای ما دخالتی نداره در میزان کار ما دخالت داره مثلا شما از خونه دونی میخواییم بیاییم تا مدرسه چه با پای پیاده بیاییم و چه با ماشین بیاییم با یه خود رو بیاییم با یه دوچرخه بیاییم که یه ماشینه فرقی در میزان کارتون نداره اما کار شما رو چه میکنه؟ بگو ماشین کار شما رو چه میکنه؟ در میزان کار شما دخالتی نداره اما انجام کار شما رو آسان‌تر میکنه درست یا نه؟ پس ماشین یک کلمه به جای کلیه وقتی ما میگیم ماشین نه منظورمون اینه که فقط با خودرو یا اتومبیله بلکه هر چیزی که کار ما رو آسان کنه بهش میگیم ماشین مثلا یک خواب مثلا یک قاشق یه چنگال به جای یه چاقو یه قیچی همه اینا میتونه یه ماشین باشه همه اینا میتونه ماشین باشه خب حالا برگردیم خب که به این موضوع که ماشین ها چگونه به ما کمک میکنن در جواب میگیم برای بررسی این موضوع که ماشین چگونه به ما کمک میکنه ما باید ورودی و خروجی ماشین در مورد ورودی و خروجی ماشین صحبت کنیم ورودی و خروجی ماشین خب ورودی ماشین چیه؟ خروجی ماشین چیه؟ ما میتونیم در مورد این ورودی و خروجی چکار کنیم؟ صحبت کنیم ورودی میدونی بگی ورودی چیه بردارین؟ ورودی ماشین نمیتونی بگی؟ نه ورودی ماشین معنی ناقل بچار ورودی ماشین یعنی اون چیزی که ما به ماشین میدیم یعنی اون چیزی که ما به ماشین میدیم اون چیزی که ما به ماشین میدیم بهش میگیم ورودی ماشین میدیم خب؟ حالا پس ورودی ماشین اون چیزی که ما تا ماشین برای ما کار انجام بده میگیم خروجی ماشین در قبال کاری که روش انجام میدیم در قبال کاری که روش انجام میدیم برای ما انجام میده به عنوان مثال این دو چرخه رو این دو چرخه رو نگاه کنیم این دو چرخه رو نگاه کنیم ورودی شامل اون چیزی که ما چیکار میکنیم انجام میدیم تا ماشین کار کنه و خروجی اون چیزی است که ماشین برای ما انجام میده مثلا الان میدونیم ورودی این ماشین برای ما بگی چیه؟ خیلی راحته ورودی این ماشین چی به نظره؟ بنزین؟ ورودی نرو این ماشین این دوچرخه اون ماشین دیگه ورودی این دوچرخه ورودی این ماشین چی به نظره؟ تایر؟ چیه؟ بچه شما بگید ورودی این ماشین چیه؟ ورودی ما نه ماشین ها این دوچرخه کو منظور ما ورودی دوچرخه کو ورودی دوچرخه کو به نظر اون چیه؟ میشه چی؟ عجب پیچ پدال ورودی با این دوچرخه کو ما ورودی دوچرخه کو چه انجام میدیم؟ نیرو پایدانه دیگه نیروی شخص بر چیه؟ نیروی شخص که به این دوچرخه وارد میکنه خب حالا دوچرخه به ازای کاری که روش انجام میدیم میاد یه خروجی انجام میده خروجی این ماشین خروجی این دوچرخه چیه؟ خروجی این دوچرخه چیه؟ خروجی این دوچرخه سرعت میگیره دیگه سرعتش درسته؟ سرعت میگیره سرعت دوچرخه که رو به جلو میره میشه خروجیش خب فهمیدی حالا ورودی و خروجی چیه؟ من ورودی و خروجی چیزی که ما به ماشین میدیم بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ورودی بچه علامتش بزنیم ورودی سطر چهارم ورودی یک دو سه چهار سطر پنجم ورودی ماشین شامل همه اون چیزهایی است که انجام میدیم تا ماشین کار کنند و خروجی اون چیزی است که ماشین برای ما انجام میده مثال هم زده مثل پدالی که بر این دوچرخه ما وارد میکنیم نیروی پامونه که بر این دوچرخه وارد میکنیم و دوچرخه در قبالش برای ما کار انجام میده خب حالا اینجا یه پس ما میگیم که
کار پس اینجا یادون باشه که گفتیم ماشین ها من حالا این صدای قطع کن بیزمه چون خیلی پرندگو صدا میکنه یه روزی که اومدی پرندگو بذار بیرون ها این خوشمان نمیذار اصلا تو گوش درس کنی کن نمیذار شما با کنی ها چطوریه یا همه گیر صد صدایه چه خوشنه این؟ چرا این پرندگو چونه این؟ بلبل بلبله؟ بله بلبل خوی همش گیر خونده نیم کن خب خدا خدا بذار میگه اینجا ما بگیم ماشین ها یادون باشه که گفتیم ماشین انجام کار را برای ما ساده تر میکنه پس ماشین چه کار میکنه؟ انجام کار را برای ما در میزان کار دخالت نمیکنه ما انتظار داریم کار ورودی بوی دوچرخه که انجام میدیم به جا برابر باشه با کار ورودیش کار پس میدیم کار ورودی اینجا بشه انا کنیم میدیم کار ورودی مساوی با کار ورودی یعنی کاری که ما ماشین میدیم مساوی با اون چیزی که با ما ماشین به ما میده دوتش میگه با همدیگه چه هستن؟ دوتش میگه با همدیگه برابر هستن پس میگیم کار ورودی و کار ورودی برابر با همدیگه این موضوع بچه که بسیار مهمه دلالت بر یک قانونی میکنه به نام قانون پایستگی انرژی پس به جای این قانونی که ورودی و خروجی ماشین با هم دیگه برابره یک قانونی هست به نام قانون پایستگی چی؟ به نام قانون پایستگی انرژی همیشه انرژی ورودی ها با انرژی خروجی با هم دیگه چیه؟ برابره همیشه انرژی ورودی و خروجی با هم دیگه برابره خب نقطه بعد بچه همیشه ورودی پس و خروجی ماشین بر اساس کار تعریف نمیشه یادون باشه همیشه ورودی و خروجی ماشین آیا که گفتن همیشه ورودی و خروجی ماشین بر اساس کار تعریف میشه؟ آیا بگین شما یکتون بگین آیا ورودی و خروجی ماشین بر اساس کار تعریف میشه؟ میگیم خیر بچه ها میتونیم بنویسیم صفحه 96 بالای فکر کنید که میتونید اینجا بنویسید بالاش آیا ورودی و خروجی ماشین همیشه بر اساس کار تعریف میشه بنویسید سوالش بنویسید بعد بنویسید خیر توضیح میدید میگیم بعد نه همیشه بر اساس کار تعریف نمیشه بلکه بر اساس نیرو گشتاور نیرو توان یا انرژی هم چی میشه بیان میشه پس این سوالش چه شد سوالش نمیشه بچه‌ها بذار بذاری بیو ببینم بذار بذار تو خب بلبل نداری دیگه خدا بشه بذار سلام خوبی؟ تو بلبل نداری دیگه خواب شما نداری نه خواب قابی خواب قابی؟ ها قابی چند کم بیدی؟ آخو چند کم دیر دیر نه سر کلاس آقا میگو نیستن ولی نمیده بذار چهار شنگه حتی خیلی بکرم آنست کم وقتی که نباشید وقتی نباشید کلاس ها ما دیر حضورت کاملا چه آدمش که ایمون نیستی کاملا حضورت میفهمی که نیستی مثلا هم قربیان نیستیش آدم مهمی آدم مهم ما میفهمی الان نیستیش مثلا اگر اشکان الان مثلا این نبیده شما نمیفهمی شما آدم مهمی نیست دلت میاد در مورد اشکان تیر صحبت میکنم اشکان آدم یکی شکر میکنم باشه اشکان باش میفهم ورودی و خروجی ماشین با هم دیگه چه هستن؟ ورودی و خروجی بذار ورودی و خروجی ماشین بنابرای چه های آردی بودینم؟ میگم ورودی و خروجی ماشین با هم دیگه چه هستن؟ ورودی و خروجی ماشین با هم دیگه برابرن دیگه بر طبق قانون اینو گفتیم با هم دیگه برابرن بر طبق قانون پایستگی انرژی بر طبق قانون پایستگی انرژی گفتیم که ورودی و خروجی ماشین با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه برابره خب حالا آیا ما این سوال رو گفتم نمیدونم نوشتی یا ننوشتی شما نوشتی که شما نه ننوشتی که سوال رو خانه نگفتی گفتم پایزیزم گفتم آیا ورودی و خروجی ماشین همیشه بر اساس کار بیان میشه نوشتی آیا ورودی و خروجی ماشین همیشه بر اساس کار بیان می شود؟
نوشته است. نوشت. می‌نویسیم نه توضیح بدیم. میگیم نه ورودی و خروجی ماشین یه خط مونده به آخر که باید فکر کنید با. پیداش کردیم. ورودی یا خروجی ماشین ممکن است بر اساس نیرو گشتاور نیرو توان یا انرژی نیز بررسی شود. پس نمیشه بر اساس کار بیان نمیشود. درسته؟ آره جواب شد. نه جواب شد. جواب شد. آره جواب شد. مدازه یه فکر کنیدی داره. این فکر کنید که بچه ها چون وقت ما نمیبره ما دارال واسطان برای اون عکس نمی فکر کنید که جواب شد برای اون میفرستان که دیگه وقت ما نبره. ورودی چیه؟ ورودی چیه که ما به ماشین میدیم؟ اما یه بروخه میگو سوالی که گفتی آیا واردی بخونش؟ ورودی سه مرتبه ده مرتبه بخونش. میگیم که آیا ورودی و خروجی ماشین همیشه بر اساس کار بیان میشه و توضیح دهید؟ الان فهمیدی چه؟ میخوای نوشتم شه ها خب فروغ میتونم فهمیدیش؟ جواب جان این سال کوخی خیلی آسونه. این فکر کنید کوخ خیلی آسونه. اما دابل واتساپ ما برای کلاس برای تو میفرستیم در کتاب خود میگارش که چون خیلی آسونه. ورودی مثلا این ورودی مثلا این ماشین لباسشویی چیه به نظر ترزا؟ ورودی ماشین لباسشویی اینو بگو به دیگه که خیلی آسونه. ورودی ماشین لباسشویی چیه؟ ورودی ماشین رو انرژی چیه بچه ها؟ انرژی الکتریکیه. الکتریکی انرژی الکتریکی. خروجی چیه؟ خروجی چیه بزاره؟ خروجیش انرژی حرکت بچه ها. حرکت انرژی جنبشی. خروجیش میشه انرژی جنبشی ها؟ حرکته. درسته؟ آقا نه اینه توضیح داره بودیه؟ کامل چه توضیح داره؟ البته انرژی سا الکتریکی نه توضیح داره بودیه؟ نه ورودی ماشین در مثلا لباسشویی نمی‌فهمم چی بهش بدیم. ورودی یعنی چیزی که به ماشین بدیم. خروجیش یعنی خروجی ما توضیح دادم. خب بله خروجی خصوصی دادم. گفتم ورودی چیزی که ما به ماشین مثلا به این ماشین لباسشویی که ما چه میدیم؟ انرژی الکتریکی میدیم. چه ماشین لباسشویی در قبال شما میده؟ جنبشی حرکت میکنه دیگه. درسته؟ آره. خب همین بقیش هم همینطوره. پنکیه این مثلا این اتوبوسه ما چه به این اتوبوسه میدیم؟ ورودیش چیه به نظرت؟ ما به اتوبوس چه میدیم؟ ما به این ماشین چی میدیم؟ ما به این ماشین انرژی شیمیایی سوخت میدیم. مثلا گازوئیل میدیم انرژی شیمیایی سوخت میدیم. خروجی این اتوبوس چیه؟ انرژی حرکتی دیگه. درسته؟ خب این دیگه خیلی ساده‌ه. رضا الان مال خوش گفتن خوش بگو استرس داره مال استرس داره که نمیفهم شونا. خب بچه ها بریم جمع‌بندی نکنیم. من این جمع‌بندی آنها سر ما من زاین امرو هنگ که دیگه منظرم جمع‌بندی اول وقتی اجتماعی که خونده و ما رو کشت نیفهم. خب راز ما بیره بعد شمایی خویم جمع‌بندی کلی ما این فرق بود بر اساس قانون پایستگی انرژی به چاپ که ماشین در میزان کار دخالتی نداره. میزان کار دخالتی فقط اونو آزمون میکنه. فقط اونو چکار میکنه؟ فقط اونو آزمون میکنه. پس به چاپ بر اساس میزان بر سلام آقا سلام اشکان میز سوال بدیم. نه خواستم بگم که آقا رضا گوشیش خراب شده بود نمیرفت تو سایت. یه اومد پیش من پیشم اومدی به تو سایت. حاضر شو بزن. درست باشه. خب احسن فقط رضا آیا ماشین در رضا ماشین در میزان کار دخالت داره؟ رضا آیا ماشین در میزان کار دخالتی داره به نظرت؟ ماشین؟ نه ماشین در میزان کار دخالتی داره. فقط انجام اونو چه میکنه؟ انجام اونو آسان‌تر میکنه. خب؟ آسان‌تر میکنه. آسان‌تر میکنه. خب حالا بریم اینجا اومده در این صفحه. خب انواع ماشین ها رو ما میخواییم بررسی کنیم. به نظرت ماشین ها انواع ماشین ها صفحه 97 انواع ماشین ها رو چه میتونیم ببینیم چی؟ انواع ماشین انواع ماشین می دونی این ماشین چی بود چی؟ انواع ماشین بگو رضا این یکی قبلا خوندین خیلی چی باید که منت کار با این ماشینه
خب بنا ماشین اولی میگی ماشین چی؟ ساده. دو میگی ماشین چی؟ دو میگی ماشین چه رضا؟ آه پیچیده نوشته؟ پیچیده. دو یک انواع ماشین، ماشین ساده، ماشین پیچیده. ماشین ساده در توصیف ماشین ساده چی میگی؟ در توصیف ماشین ساده میگی که از اجزای ساده ای درست شده، درسته؟ در توصیف ماشین ساده از اجزای ساده ای درست شده. توصیف ماشین ماشین پیچیده چی میگی؟ ها؟ اجزای سختی درست شده. از اجزای چی میگی؟ اجزان بس ای او از اجزان ساده چیز درست میگه از ساده اجزا ساده درست میگه. اما ماشین پیچیده میگه که از ماشین ساده درست میگه، یعنی چند تا ماشین ساده رو هم دیگه میان یه ماشین پیچیده درست میگه. این دو چرخه ای که داخل صفحه 97 به شما نشون داده به نظر ماشین ساده یا ماشین پیچیده؟ آقا ساده ماشین نه پیچیده. پیچیده ماشین پیچیده. چرا ماشین پیچیده رضا؟ آن چون تو از چه؟ از چند تا چیز ساده درست کرده؟ بله، چون از ماشین های ساده دیگه درست کرده، مثل اهرام، مثل چرخ محور، مثل پیچ و موره، مثل چرخ دنده. خوش گفته نخون؟ گفته این دو چرخه ماشین پیچیده. چرا؟ چون از چند تا ماشین چه درست کرده؟ از چند تا ماشین ساده‌تر درست کرده. خب حالا ما پس بیاییم داخل این قسمت بچه بریم ماشین های ساده. بر اساس ماشین های ساده بوده که ماشین های پیچیده شکل گرفتن. یعنی اگه ماشین های ساده نبودن ماشین های پیچیده شکل نمیگرفتن. اگه خودرو الان ما داریم، چون خودرو خودش از مثلا چندین ماشین ساده یا هواپیما از چندین ماشین ساده، ماهواره از چندین ماشین ساده درست شده، ماشین های پیچیده از ماشین های ساده. یعنی اختراع ماشین های پیچیده بر اساس ماشین های چه بوده؟ ساده. ساده بوده. خب بنابراین تا اینجا به شما خوندیم چیز خاصی به صورت مداخل این قسمت ندیدم. هر فقط صدر اولی صفحه 97 را علامت بزنید. هر ماشینی میتواند از اجزای ساده تری به نام ماشین ساده تشکیل شده باشد که با هم در ارتباط هم به یک هدف را دنبال. مثلا هر ماشین ساده یا هر ماشین پیچیده یه هدفی را دنبال میکنه، با هم دیگه همه اجزاش با هم دیگه در ارتباط هستن. بچه‌ها خب بریم قسمت بعدی. در تصویر رضا، در این تصویر پایینی انواع ماشین ها را آمده، ماشین های ساده را به ما نشون داده. بخونشون در تصویر پایینی. کم و صفحه 97 ماشین ساده که نمیدونشون به ما داره بخونشون. او تولید خودرو و اینه بخونم درسته؟ نه زیما، این ماشین ساده شکل رو بخونم، رو شکل رو نوشت ماشین ساده را بخونم. ماشین ساده پایین صفحه 97 چند تا ماشین ساده؟ برای چرخ و چرخنده، براق و قرقره، ساعت، شیبدار، آرام، چرخ و دنده. آرام نه آرام آرام دنده شیرا آرام آرام. خب خنده چا در میاری اما تریم که شما کم بخندید. خب بذار تصویر شخصی مشاهده میکنی. این شخصی که اونجا میبینی خب تصویر شخصی مشاهده میکنی با کمک یک میله چوب و یک تکیگاه. حالا این ممکنه این میله باشه، یک چوبی باشه، یه تکیگاه که سنگی داره، در اینجا یه اهرام ساخته. خب و با وارد کردن نیروی اندکی به اهرام به سمت پایین، اینو میاره، این اهرام میاره به سمت پایین، جسم را ممکنه چند کیلوگرم بیشتر از جرم خودش باشه بدون اونو چکار کنه؟ بدون جا به جاش کنه دیگه. صحبت بتایمه؟ نه حالا سلام میام. خب بخونم. خب میگه که نیروی که ما نیرویی که به شخص، نیرویی که شخص وارد میکنه بهش میگیم نیروی چه بنظره؟ بهش میگیم نیرویی که شخص به این سنگ وارد میکنه بهش میگیم نیروی چه؟ بهش میگیم نیروی بگو. بهش میگیم نیروی محرک. نیرویی که شخص داره وارد میکنه بهش میگیم نیروی. به نیرویی که سنگ داره وارد میکنه بهش میگیم نیروی چی؟
بهش میگیم نیروی مقاوم. خب سنگ داره به شخص نیرو وارد میکنه در برابر نیروی ما، بهش میگیم نیروی مقاوم. سنگ نیروی مقاوم میشه، در مقابل نیروی ما ایستادگی میکنه، میشه نیروی مقاوم. و ما هم به سنگ داریم نیرو وارد میکنیم، ما میشیم نیروی چی؟ میشیم نیروی محرک. درسته؟ خب اینه. پس نیروی محرک یعنی چه؟ نیرویی که ما وارد میکنیم، نیرویی که ما به ماشین وارد میکنیم میشه نیروی محرک. باشه باشه. پس اگه گفتن نیروی محرک چیه؟ نیرویی که ما داریم به ماشین وارد میکنیم. ما داریم نیرویی که ماشین وارد میکنه چه نیروی مقاوم هست؟ ها؟ نیروی ماشین وارد میکنیم، بعد ماشین های نیروی که ما وارد میکنیم میشه نیروی مقاوم. نیروی مقاوم که در مقابل نیروی ما ایستادگی میکنه بهش میگیم نیروی مقاوم. در این فرق به جای چهار تا از ماشین های ایستاده رو ما میخوایم که نامشون اینجا بردیم میخوایم بشناسیم، دقیق تر میخوایم بشناسیمشون. خب به جای بریم حالا صفحه بعدی، صفحه 98. صفحه 98 بیاییم بذارم صفحه 98. خب بذار پیش از اینکه بریم به بررسی ماشین‌های ساده بپردازیم، به مفهوم گشتاور نیرو بپردازیم. حالا گشتاور نیرو چیه؟ چون کمک چرا ما اول باید گشتاور نیرو را بشناسیم؟ اول گشتاور نیرو را بشناسیم تا بتونیم ماشین‌ها را بهتر درک کنیم. پس بذار برای چه ما اول می‌خوام گشتاور نیرو را بگیم توضیح بدیم؟ چرا نیرو ماشین را چیز کنم؟ چه؟ اما فهمیم سوایی هم رانه این سوایی واردی بود نه کن. ما میگیم اول گشتاور نیرو را بشناسیم تا ماشین ها را بهتر درک کنیم، ماشین ها را بهتر درک کنیم. شما داره کلاس هفتم اگه یادون باشه ماشین ها را آماده بودن با اثرات نیرو آشنا شدیم، با اثرات نیرو بر یک جسم. اثرات نیرو بر یک جسم هفت تا چی براش گفته بود در صفحه کتابتون فصل هشتم، فصل هشتم کتاب هفتم، هفت شیش اثر دارد. شیش اثر نیرو را برای ما توضیح دادم. یادت یکی دو تاشو بگی؟ یک اول مشتاق شو بگی؟ نه حالا دارم تره باز کنم دره باز کنیم؟ نه ایلاز بسه حالا بس. خب بچه شما دارم دارم دره باز کنه بگو هفت اثر نیرو چیه؟ هفت اثر نیرو بعد یک جز یادون بود که میگفتیم یا این توپی نشون داده بود اگه با دست شرکتش میداد کی یادشه؟ شکلش کی یادشه؟ با دستش داری بلش میداد کسی یادش کسی؟ رضا خود منظرم یاد گفتم یاد نیستی؟ آفرین. آیا من این چی گفت؟ تغییر شکل، این توپ روش فشار میداد تغییر شکل، تغییر جهت. آفرین. دیگه چی بچه ها؟ حرکت. دیگه چی؟ تو باز روش رو تندر حرکت کنه. دیگه چی؟ متوقف میشد. همه اینها خب بس یا این توپه که وقتی بهش ما نیرو وارد میکردیم یا حرکت میکرد تندر میشد، کندر میشد، متوقف میشد، تغییر شکل میداد، تغییر جهت میداد. این هم شیشتا بود. اما کجا امروز نیرو به غیر از این شیشتایی که ما خوندیم و بلدش گردیمه، نیرو به غیر از این حالت شیشم حالت هفتمی هم داره. حالت هفتم نیرو که ما وارد میکنیم به جسمی وارد میکنیم، خب ممکنه اون جسم بر اثر نیرویی که شما بهش وارد میکنید خب شروع کنه حول محور یک چیزی بچرخه. پس ممکنه اون نیرویی که شما بهش وارد میکنید حول محور خودش چیکار میکنه؟ شروع میکنه به چرخیدن. خب حول محور خودش مثل به جا این آچار، این آچاره که داره با اینو داره باز میکنه، مثل این آچار وقتی که شما اونو میچرخونید حول محور پیچ میچرخه. خب این حالته. یا به عنوان مثال چند تا مثال دیگه هم میزنیم که کتاب هم مثال زده ناخنین، میگه برای باز و بسته کردن در اتاق به اون نیرو وارد میکنیم و در حول لولای خودش میچرخه. یا با وارد کردن نیرو به دسته آچار پیچ را شل یا صفر میکنیم، یا با وارد کردن نیرو به فرمان دوچرخه اون را میچرخانیم. همه اینها بچه یا شیر آب را شما باز و بسته میکنیم نیرو وارد میکنیم، این شیر آب را که باز و بسته میکنیم به دور محور مرکزی خودش میچرخه. پس بچه ما نتیجه میگیریم که نیرو
دو میتونه باعث چرخیدن یک جسم بشه. پس نیرو باعث چرخیدن یک جسم. رضا مومن؟ بذاری داری مومن؟ نگیسی دوستی دوش؟ بذاری داری؟ اومدیه؟ ها، بخیرم که دوستی انت خوده نگیده مفتون من دارو. خب، بچه ها، امیر این کی؟ عمرانی شما بیو، مردی عمرانی، مردی بیو رضا شما دیگه خداحافظی میکنیم با تو مردی عمرانی بیو مردی مردی عمرانی آریو احمد شما بیو اومدیه؟ خب، سلام، خوبی آقا؟ نه آقا؟ مردی میگیم که چون ما وقت ندارم دیگه تا سریع در بریم سر درسمون خب درسمون اتا با واقعا هفته قبلی که تعطیل شد خب افتادیم ناقا مالی میگه که وقتی ما نیرو به یه جسمی وارد میکنیم یه حالت هفته میداره خب که حالت هفته میشون میدونی میگه که چه شد حالت هفته نش حالت هفته مالی 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 خوابیدی؟ صدات قطعی خدا کجا هستی؟ بیا حالت هفتمشو برای ما بگو بگو آقا حالت هفتمشو بگو حالت هفتمش حالت هفتم چه؟ حالت هفتمی وقتی یه نیروی به جسمی وارد میکنه بیا حالت هفتم یا برای جسم وجود میاد شیش تا حالت چطور چه خوندیم؟ شما تو کلاس چندم خوندین شیش تا حالتشو داخل کلاس هفتم خوندین شیش تا حالت دیدی یه جسم نیرو وارد میکنه شیش تا حالت چطور ما خوندیم اما حالت هفتمش چیه؟ حالت هفتم حالت هفتمش که وقتی ما نیروی به یه جسمی وارد میکنیم حول محور خودش کار میکنه حول محور خودش میتونه بچرخه خب مثلا شیر آب نیرو وارد میکنه شیر آب رو باز بسته میکنیم به دور محور مرکزی خودش این شیر میچرخه خب در نتیجه بچه‌ها این مفهوم به وجود میاد که اثر ناگهان میگه اثر چرخانندگی ناگهان این سطح اثر چرخانندگی یک نیرو را بهش میگیم چی؟ بذار اکی بله اثر چرخانندگی اثر چرخانندگی یک نیرو بهش میگیم چی؟ اثرش را اثر چرخانندگی یک نیرو را بهش میگیم گشتابر نیرو فهمید چه شد؟ هر وقت اسم نکن بله هر گاه اسم گشتاور نیرو آمد نیروی ما باعث چرخیدن جسم شده حالا دقت کن یک سری عوامل روی گشتاور نیرو اثر داره پس اثرش را بهش میگیم چرخانندگی نیرو را بهش میگیم چی؟ اثرش را بهش میگیم چی؟ گشتاور چی؟ گشتاور نیرو پس یاد بچه‌ها رو با این کار داریم ما با گشتاور نیرو ما کار داریم یعنی اگر اینجا این گشتاور رو یاد بگیریم بقیه چیزاش هم یاد میگیریم اثرش را بشیم گشتاور اثر اون جسم را خب اثر اون نیرو را بشیم گشتاور نیرو برای که ما بدونیم خب این گشتاور نیرو به یک سری عواملی بستگی داره یک آزمایش را میبینیم انجام بدیم آقای مثلا کی شما بچه آزمایشی که روستا آزمایشی که پرنیان هر من خود دیگه باید بود که ملی دیگه بمیدن ایراندیو نیستی اصلا دیگه نمیاد بسر که باید ها؟ تو قولش دید تو قولش دید بگم آره تو دیگه ملی ایده را که قولش دیده بود که منم چه دارم مسابقه دارم اما یکم مسابقات قم اونجا انتخاب میکنن ها یعنی که بره قم خدا قم ها جمعه هم جو خدا بخواه حتما چند داده نمی آتا گفتن تا شیش روز یک هفته اونجا ماشالله خب حالا که اونجا برو شیش هم بشو بیو خب حالا نکن بایی یه نکن فرض که نکن یه میله بلندی ما داریم یه میله داریم خب خب تابلو میبینی؟ ها این میله ما دست ما اینجا نه خب یه فرض به دست ما باشه دست
حالا اگه من بیام یه وزنه اینجا آویزون کنم، نه با وزنه پول، مثلا اینجا با یه وزنه اینجا آویزون کنم، خب؟ حالا اثر چرخش این وزنه پول تو دستمون ها، اثر چرخشش ها، خب؟ مچ دستمون میشه محور چرخش، اینجا مچ دستمون میشه چی؟ مچ دستمون میشه محور چرخش، این میله، خب؟ وقتی میله، حالا اگه ما بیان این وزنه را به نظر شما دو تا کنم، یعنی دو تا این وزنه به این آویزون کنم، خب یه وزنه دیگه هم به این آویزون کنم، آقا این مچ دستمون بیشتر میچرد یا نمیچرده؟ یعنی باعث میشه این میله کو به هر صورت بمونه یا نه؟ به نظر این میله کو چه جمعی دوری کم یه دوری میشه کم کرد میشه؟ آقا یکی میکیدیم کج میشه، یعنی این نیرو که ما وارد میکنم خواهد یه نیروی بیشتر اضافی وارد کردم، یه نیروی به جای اضافی که ما وارد کردم باعث شد که این میله داره دست ما بچرد، همین چرخشش میشه گشتاور، اثر چرخانندگی یک نیرو میشه گشتاور نیرو، همین چرخشش. خب حالا فرض کن، بله فرض کن این خب حالا ما پس فهمیدیم وقتی نیرومون اضافه کنیم، اگه نیرومون از یک وزنه شد دو وزنه، اثر چرخشش تو دستمون چه میشه؟ بیشتره. حالا فرض کن ما بیان این فاصله اینو بیشتر کنیم، یعنی این وزنه رو بیان اینجا، همون وزنه باشه، همون وزنه رو بیان از اینجا بیان اینجا، یعنی فاصله رو فاصلهی تا دستمون بیشتر کنیم، خب فاصله وزنه تا دستمون رو بیشتر کنیم، به نظر چه اتفاقی میفته؟ خونه برید امتحانش کنیم، با یه گوشت، با یه بطری آب هم میتونیم امتحان کنیم، یه میله ای دوری کنیم با یه بطری آب هم بیشتر رو نظرم کی جو؟ بازن کرد میشه، بازن کرد میشه، یعنی اگه ما فاصله رو باز بیشتر کنیم تا دستمون که میبر چرخشه بازن میده کرد میشه، پس ما از یه آزمایش کی میخواه آزمایش کنیم انجام بده؟ میدونی خود انجامش کنیم؟ یا که گرفتار مسابقه آقا نمیفهمم وسیله چه داخل کتاب نوشته چیه؟ وسیله نمیخواد، وسیله نمیخواد، وسیله از چیه؟ وسیله از من یه بطری آب یا بطری آب معدنی کوچیکا هستا بطری آب معدنی کوچه، بطری آب معدنی کوچه اینجا دو تا اولش یه بطری، اولش یه بطری بعد کنش دو تا بطری پای بند این رو بگی ببند دو تا بطری ها اولش با یه بطری انجام بده بعد کنش دو تا بطری پر آب باشن ها پر آب باشن بعدش بیام اینجا ببرمش یه بطری میشه اینجا ببرم فهمیدی چه گفتم؟ هیچ کاری نداره کنه چی میخوا خب این وسیله این میخوا یه چکتی چی میخوا دست هم رو داره باشن خب این سیده گیر میگو آقا دستان گیر میداریم دستان گیر میداریم خب حالا از این آزمایش به نظر چه میگیریم؟ چه نتیجه میگیریم از این آزمایش؟ بچه یه آزمایش که بعد از آقا امتحانات میدن از این آزمایش چه نتیجه میگیریم؟ چه نتیجه میگیریم به نظرت؟ آقا نتیجه میگیریم که آقا هرچی نیرو بیشتر بود گردابش نیرو هم بیشتر بود اصلا چرخانندگیش هم بود دست ما بیشتره درستن؟ حالا اگه یه نتیجه دیگه هم باید بگیریم دیگه یه نتیجه دیگه چی بگیریم؟ اگه فاصله را تا محور چرخش هم فاصله هم بیشتر کنیم بیشتر کیجه اصلا اصلا چرخانندگیش باید بیشتر میشه پس بچا بنویسید برای قسمت چهارم بنویسید قسمت چهارم اگر نیرو را افزایش دهیم مینویسی هستید؟ بنویس قسمت چهارم اگر نیرو را افزایش دهیم اثر چرخانندگی اون روی دست ما بیشتر می شود اگر نیرو را افزایش دهیم اثر چرخانندگی اون روی دست ما بیشتر می شود نمیشتی هر نمیشتی بگو باید اما منظر شما نما باید اما نمیشتم خب حالا دوباره بنویس
اگر فاصله را تا محور چرخش بیشتر کنیم نوشتیم خواه اثر چرخانندگی افزایش می‌یابد ناصر مشتاوی عباس خازنچی هیچ شما تا حالا نمیدن کم دو میخوایم بگیم دستون رو بلند کنیم یک دون بگیم دیگه خب چه خانسی دیخان یه باش میدویسه مونی و از تو کلاس نیست یا باید کنتون بنویسی اثر اگر فاصله رو قسم دومی اگر فاصله رو تا محور چرخش بیشتر کنیم اثر چرخانندگی افزایش می‌یابد نوشتید؟ شما خداحافظی می‌کنیم می‌خوایم بریم ناصر مشتاوی یا کی عباس خازنچی کمتون ناصر شما بیاییم ناصر سلام ناصر مشتاوی ناصر خوابی یکی عباس خازنچی عباس خازنچی آریو احمد شما بیم این دوتا که خب آریو احمد چه صدا داری؟ سلام آقا خوبی؟ سلام میاد؟ بله سلام میاد خب صدا درست رو حواس صدا درست رو بونه میاد صدا خرابه تا به میکروفون میدیم میگی صدا من خرابه صدا خراب نیستیم چشه که صدا خراب بود خب کی؟ آقا یه لحظه اگه ریستارتی کنم صدای خود بونی که بعد برام میاد خب باش تا سایتی بازبسی کنم دوباره سایت خب ما تا روی سایت رو بازبسی کنیم تا ما بریم رو قسمت بعدی خب بذار رو تا بخی ما اینا چه کنیم یه لحظه ما میکروفون بدم به اشکان گیر نومده رو خط اشکان بگو اشکان بچه سلام. سلام نه ما در اینجا میبینیم دو تا چه کنیم یعنی عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو رو میتونی بریم ما بگی عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو چی بوده؟ یکیش که فاصلهش بود بله. فاصله دست ما یکیش هم این نیروی بود که این دست ما داشت یعنی بله. یعنی یکی پس بچه ها بینیزیم صفحه 98 عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو پایین صفحه 98 تا اشکان بینیزیم عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو یکی اندازه نیروه خوش آخر سطر به جا صفحه 98 نوشته شه اندازه نیرو و فاصله نیرو تا محور چرخش بگیری؟ عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو عشان نوشتیم؟ آقا نوشتیم خب به جا عوامل مؤثر برگشت‌آور نیرو اگر عشان به نظر اندازه نیرو خب اگه در صورتی که ثابت یعنی در صورت ثابت موندن فاصله اگه نیرو را زیاد کنیم فاصله اون ثابت باشه مثل اینجا فاصله اون ثابت باشه اگه نیرو را زیاد کنیم گشت‌آور نیرو چه میشه؟ آقای گشت‌آور نیرو یا پایین دفت حل میشه زیاد نه ما میخواییم باید زیاد گشت‌آور نیرو زیاد میشه یعنی اثر چرخش تو دست ما چه میشه؟ زیاد میشه حالا اگر ما بیان فاصله را زیاد کنم باز گشت‌آور چی میشه به نظر یعنی فاصله را بیشتر بیشتر میشه پس ما نتیجه میدیم اندازه نیرو خب و فاصله نیرو با گشت‌آور نیرو رابطه شون چیه؟
مستقیم مستقیم به چهار. پس به چهار اگه گفتم رابطه افزایش نیرو به چهار میتونیم وجود در صفحه مثلا 99 بارش یا صفحه 98 بگیم رابطه افزایش نیرو و فاصله با گشتاور با گشتاور نیرو رابطه مستقیم داره میتونید بنویسید. پس اگه زیاد بشه هر کدوم زیاد بشه گشتاور زیاد میشه. اصلا گشتاور چی بود؟ آقا همین چی بود دیگه؟ چی بود؟ رابطه مستقیم گشتاور چی بود؟ اثر چرخش بهش میگن گشتاور. خب بذار بریم رو قسمت بعدی آماده هستین؟ از شما که بریم صفحه 99 آماده هستین؟ برو خواهد امرایی بکنم کیه؟ آه رضیم اینه گفتم رضا گوشیش خراب های اومد برو ما اصید تو لپتاپ سکیم کنیس باش رضیم برما رضیم فاتحی هم رضیم فاتحی شما نه؟ ما من گفتم آقا چنش خراب هایی گفتم با رضی اقتداری است یا؟ نه آقا رضی فاتحی کاری بسه آه کجا آمده خونه شما الان؟ آقا من گفتم گوشی خراب شد نمی رفت تو سایت نه گفتم خواهی چه کاری هم علوم هم مطالعات یه به درس مهم توی اینجا سمات خواهد آه درست خب باش شما نداره خواهی هم نیست نه؟ آره آقا رضی فاتحی هم میگیدیم کار کنن باور چه کمکت کنن استاد بزرگ ولی اثر شد خب مردم وزیر فاتحی فرم کوی آچار اینا زیاد سرکار داره شکل آچار ایمان بشون داره شکل آچار ایمان بمان بشون داره میگیم اشکان بمونش یا رضا هر بمونیم بمونش بزرگی گشتاور نیرو برابر با حاصل ضرب اندازه نیرو در فاصله محل اثر نیرو تا محور چرخ است. یعنی چه؟ یعنی اگه ما بخوایم اندازه گشتاور نیرو را حساب کنیم برای محاسبه اندازه گشتاور نیرو چیکار میکنیم؟ میگیم فاصله شو تا اثر چرخش تا محور چرخش تا ضرب اندازه نیرو میکنیم. الان هم داخلی آچارکو داخلی آجاکو فاصله تا محور چرخش میفهمید کجا محور چرخشش کجا هم؟ آقا محور چرخش ایچه نکوه پیچکوه محور چرخشش این پیچکوه نیرو هم تو همون دست ما هم خب فاصله شما میبینید که نمیشه فاصله خب آقا این دست ما تا محور چرخش میشه یا فاصله بله این دوتا را ضرب در هم کنیم بچه اندازه یک گشتاور خود کتاب نوشته اندازه یک گشتاور نیرو را میخواییم حساب کنیم وقتی بخواییم اندازه یک گشتاور نیرو را حساب کنیم چکار میکنیم؟ میگیم فاصله تا محور چرخش را فاصله تا محور چرخش ضرب در چه میکنیم؟ اندازه نیرو میکنیم یا اندازه ما برای که راحت‌تر کارون انجام بدیم میتونیم از چیزی دیگه هم استفاده کنیم مثلا بگیم که چی؟ به جای اندازه گشتاور نیرو ما میتونم حرف چه بذارم؟ به جای اندازه گشتاور نیرو میتونم حرف M بذارم M یعنی اندازه گشتاور نیرو شما میتونید بالا رو ببینید میبینید؟ آره مشخصه کمی کمرن بود داخل خون مانیتور که نگاه کنم کمی سی کمرن خب اندازه گشتاور نیرو میشه M مساوی با فاصله تا محور چرخش میشه چی؟ فاصله اشکان کو فاصله با چه حرفی نشونش میدادیم؟ فاصله اشکان فاصله؟ ها فاصله با چه حرفی نشونش میدادیم؟ فاصله با حرف D یاد نه فاصله با حرف D نشون میدادیم D؟ آه فاصله بی فاصله یکیه؟ فاصله یکیه خب فاصله را با حرف دی آن دوشه او فاصله می کنید بیدی فرق نه فرق نمی کنید فاصله دیگه خب اندازه نیرو را با حرف چه؟ نیرو را با چه حرفی نشون می دادیم؟ بگو اینو دیگه خود بود نیرو را با چه؟ اونی دانشمندی که نارد بشه داره آقا با اف چه؟ اف بود یه نیرو اف ها اف وزه کوادیسی باکم
حاضری بعد نه آقا خوب رسند آقا تو کجا هستی من گیر دیا خواب مقدار نیرو که لازمه نیروی ما الان اینجا 20 نیوتن باشه نیروی دست ما الان 20 نیوتنه فاصله نیرو تا محور چرخش این فاصله بود 40 سانتی متر خب نیرو به ما داره اشان چقدر 20 نیوتن خب فاصله شو داره چقدر اشان فاصله شو چقدر داره 40 متر یا 40 سانتی متر 40 سانتی متر چقدر یا چهار تو نه کنی هم نمیدونی خود سآل سآل آقا هر یه چی باشه 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 40 سانتی متر خب حالا میگی که اینجا به ما گفته که اندازه گشتاره نیرو شابه درد بیار اولین کاری که ما میکنیم خلاصه نویسی که انجام داریم دومین کاری که میکنیم چی اشکال آقا میشه 8 نیوتن بر نه نه گوش میدارم اون کاری چه ندارم حالا در یک مسئله فیزیک اولین کاری که میکنیم بارش خلاصه نویسی کنیم خب دومین کاری که میکنیم بچه رابطه را بنویسیم ما رابطه به صورت خلاصه نوشتیم این رابطه شد نوشتیم سومین کار چی اشکان؟ آه سومین کار می این سانتی متر کوب متر میکنیم دیگه این میکنیم انجام چرا؟ چون فاصله نمیشه آفرین به
بذار یادون باشه همیشه فاصله باید بر اساس متر بیان بشه، چون فاصله همیشه باید بر اساس متر، چون تو یکار ما گفته متر، فهمیدیم؟ اشتباه نکنیم برای که تب... خب حالا میگیم رابطه هم همیشه این قدر بزاری جاشون کنیم، میگیم این مساوی رو بگو آقا بعد چه کنی؟ ای 40 سانته یعنی میشه 14 متر. خب 14 متر سر میبینیم به چهار برای تبدیلش به متر میشه 14 متر، میشه 14 متر. بله 14 متر میام این فاصله یه جا میگیزم 14 متر ضرب داره این میشه چند؟ 20 نیوتن. بله این دو تا رو که ضرب داره هم کنم میشه چقدر؟ نیوتن بر متر چی؟ بله 8 نیوتن بر 8 نیوتن متر. متر میشه 8 نیوتن. این دیگه باشه اینجا نوشتم 8 نیوتن متر. اینو به درست بگیم خیلی راه بگیم درسته؟ درسته خیلی راه خب بذار یعنی این مسئله اینا اینجا گفتیم. خب اینا رو چه علاقات بزنیم اصلا این آشاره داره باز میکنه یا پیچه یا داره میبنده؟ آقا این فکر کنم واسه اون بری کنار گرفته آقا داره میبنده آقا داره میبنده داره میبنده آقا آقا این رضا بیشت برای آچار ما چار آقا مایی آقا میخوام دستم تو آچار بمیفهم آقا میخوام داره میبنده آقا داره میبنده داره بذاریم داره میبنده بر اساس چی گفتیم این که داره میبنده با توجه به چرخشی که داره انجام میده در حال بستنه در حال آقا خود نیروش سمت پایین آقا بله آفرین درسته. خب حالا اینجا ما یه ناکنین وقتی که اینو داره میبنده اینو مپاک کنم اینه که دا جا باشه اینه مپاک کنم خسته دام بایی نه آقا تازه اول شد تازه آقای تازه ما گرم آیدیمه آقا تازه شروع کاره آه همسان با شما. خب حالا ناکنین ما این آچار آچار که اینجا فرض کنیم که اینجا این قسمت آچار که باشه و اینجا هم که دستش گرفته با دست یه گرفته دستش هم اینجا باشه بعد گفته که به نظر شما این آچار در حال بسته میگید که در حال بسته یه باز کردن در حال بسته به همینطور که گفتیم خب داره این نیروی که وارد میشه دست وارد میکنه به طرف پایینه درست هشکان؟ درسته نیروی که داره وارد میکنه به طرف پایینه به خاطر این که خب حالا به نظر شما این نیروی که وارد میکنه به اثر چرخش این اثر چرخش این بجا گوش کنید اینجا خب بعد اثر چرخش این خب اشکان با شما خداحافظی میکنیم خب خدا حافظ آقا آریان احمد بیا آریان احمد آریان کجا هستی؟ با دو تا دانشمند بزرگ مخاطبی کردیم حالا به نفر بعد آیا احمد آیا شما بگو برای ما صدا داری؟ آیا احمد؟ بله آقا خب سلام آقا بله آقا شما با ما بگو خب داره این به نظر شما این نیرو اگه ما داریم وارد میکنیم به سمت پایین که داریم این پیچ رو میبندیم خب به نظر اثر چرخشش به کم سمته آقا این دوتا خط درازه آچاره او دایره پیچه موریه خب نکن این اثر چرخش نکن این همیشه اثر چرخش را بشه این گشتابه نیرو اثر چرخش را بشه این گشتابه نیرو خب اثر چرخش را اثر چرخشش به نظر به کم سمت در ما شکلش رو بکشم اثر چرخشش به کم سمت بالای سمت پایینه اثر چرخش این سمت پایینه دیر به سمت پایین بچه اثر چرخشش را اینجوری میشه مثل عقربه های ساعت میشه اثر چرخشش را به این سمت میشه نگاه کنید اثر چرخشی به این سمت میشه فهمید؟ به اینکه جهت همجهت با عقربه های ساعته به اثر چرخش این که همجهت با عقربه های ساعته بهش میگیم چی؟ ساعت گرد فهمید؟ آیا من؟ بله
پس از سر چرخ کشیدیم آچار ما رو وقتی ما آچار رو بگیم باز این پیچه رو ببندیم از سر چرخش به طرف عقربه های ساعته بیدیم میگیم ساعتگر اگه بخواد این پیچ رو باز کنیم کجا بود؟ خلاف جهت عقربه ساعت به طرف کجا بود؟ باز کردن پیچ مثلا چه اگه بخواد این پیچ رو باز کنیم باز کردن در جهت باز کردن پیچ اینجوری شما هم بیدیم براش بکشیم این بستن پیچ این میشد چی؟ برخلاف عقربه های ساعت بود برخلاف عقربه های ساعت بود به این میگفتیم پاد ساعت کرد درسته؟ حالا درسته نه؟ پاد ساعت گرد بله پاد ساعت گرد یعنی برخلاف عقربه ساعت اگه بخواستیم پیچ رو باز کنیم اثر چرخش به این سمت بود اثر چرخش به این سمت بود ببندیمش هم ساعت گرد بهش میگفتیم چون برخلاف عقربه ساعت بود بهش میگفتیم پاد ساعت گرد یعنی برخلاف عقربه ساعت فهمیدیم؟ بله بله خب حالا ما یه چی داریم؟ خب ما یه اینجا یه خودرابیازمایی داریم یه خودرابیازمایی رو برای ما بخونیم خودرابیازمایی توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکمتر را میتوان آسانتر باز کرد خودت بروش چرا وقتی چون که نیروی بیشتری به مهره وارد میشه نیروی بیشتر وارد نمیشه خب چرا نیروی بیشتر وارد میشه چه بیشتر میشه به نظر وقتی که پی این آچار بلندتر باشه چه بیشتر میشه نیرو بیشتر فاصله نقطه اصل نیرو تا محور چرخ بچه‌ها چون در همین قبلی گفتیم اون آزمایشی که انجام دادیم گفتیم اگه فاصله بیشتر بشه خب گشتاور نیرو زیاد میشه وقتی گشتاور نیرو زیاد کار راحت‌تر انجام بله کار راحت‌تر پس بنویسیم زیرا بچه‌ها بنویسیم زیرا با افزایش فاصله تا محور چرخش زیرا با افزایش فاصله تا محور چرخش گشتاور نیرو افزایش می‌یابد و پیچ آسان‌تر باز میشه مورد آسان‌تر باز میشه نوشتیم؟ آدم نوشتیم؟ آسان‌تر باز میشه بس خب آریا من آماده هستیم بریم قسمت بعدی درمی هم این صفحه تموم کنیم دیگه لاغر روز دیگه کلن آماده هستیم به چرا بریم صفحه چون شما میگیم ما تازه گرم آبیمه خب نکن زیرا با افزایش فاصله تا محور چرخش گشتاور نیرو افزایش یابد خب اهرم‌ها میخوایم اهرم‌ها رو بخونیم نکن آیا ما گفتیم که ورودی و خروجی ماشین ها با هم چه هستن؟ آیا احمد؟ برابر بخونم دوستان دیر میرسه برابرین فهمیدیم ماشین آیا در میزان کار تأثیر داره یا نداره؟ یعنی باید که میزان کار ما کم میسلام نمیاد؟ بله الان میاد آیا ماشین در میزان کار تأثیر داره؟ آقا یه بار ده می صدا تکی تکی میاد میگم ماشین در میزان کار تأثیر داره یا نداره؟
بچه ماشین در میزان کار ماشین در میزان کار تاثیر نداره، کار آسان‌تر اونو آسان‌تر میکنه. و بررسی ماشین رو بررسی کردیم، انواع ماشین رو ما خوندیم، ماشین ساده پیچیده رو خوندیم، به مفهوم گشتاور نیرو پرداختیم. حالا میگیم اهرم‌ها رو بخونیم بچا. اهرم‌ها به شکل‌های مختلفی دیده میشه، اهرم‌ها به شکل‌های مختلف که بعدا شکلاش رو بررسی میکنیم. خب اما ساده ترین اهرمی که اینجا برای ما معرفی کرده چیه؟ اما ساده ترین شکل اهرم بچا سطر دوم اهرم هست. ماشین در میزان کار تاثیر نداره. نه اینو داره بگیم ما ساده ترین بدی کار رو آسان تر میکنه. بله ساده ترین شکل اهرم آلاتورنگه. ها ساده ترین شکل اهرم یک آلاتورنگ رو مورد مقایسه که وسط آن یک میله، یک تکیگاه وسط این وسطی هم یک میله آلاتورنگ، یک میله یک تکیگاه وسط چه درسته؟ وقتی یه سمت اهرم میره پایین، سمت دیگرش میاد کجا؟ میاد بالا. درسته؟ خب ما میدونیم فاصله این دو جسم، فاصله این دو جسمی که آیا هم بگی صدا نداری؟ ما میدونیم فاصله این دو تا جسم را که روی اهرم قرار گرفتنه به جاها، فاصله این دو تا جسمی که روی اهرم روی این آلاتورنگ قرار گرفتنه نسبت به تکیگاه جوری تنظیم کنیم که اهرم ما ثابت بمونه. خب مثلا این شکلی که الان هست میگه فاصله شما طوری میتونیم تنظیم کنیم که اهرم ما ثابت بمونه. در این حالت، در این اصطلاح میگیم که اهرم در حال تعادله. بچه اهرم در حال تعادله یعنی چی؟ آیا هم صدا داری یا نداری؟ الان صدا میام؟ بله اهرم، آیا میگی که اهرم ما در حال تعادله یعنی چی؟ یعنی فاصله اش آقا صدا میام؟ بله بکنم صحبت بکنم. میگه بچه استراحت میگه که یعنی وزنی که بین دو تا وزنی که این طرف آلاکلنگه و اون طرف آلاکلنگه دو تایشون یکیه. نه میگه فاصله شون بچه آیا میگه فاصله شون را طوری میتونیم تنظیم کنیم، کاری ما جرمش نداریم، کاری به جرم اینا و وزن اینا نداریم، کاری ما به چنش داریم، به فاصله شون داریم. میگه فاصله اینها را میتونیم تا اعراب طوری تنظیم کنیم که این اهرم ما در حال تعادل باشه. بچا اینجا رو علامت بزنید. آیا ما این کلیه پاراگراف دومی فاصله دو جسم، نکن فاصله دو جسم ها کاری به وزن نداره، فاصله دو جسم از تکیگاه اهرم رو چنان تنظیم کنیم که اهرم در حال تعادل قرار گیرد. پس ما کار فاصله شون داریم. مثل این شکل آیا میگه سبکتره طول بیشتره؟ یعنی اون که جرمش کمتر، اون وزنش بیشتره در فاصله نزدیکتری از تکیگاه باشه، اون که کمتره در فاصله دورتر باشه. در این صورت اهرم ما در حال چه میمونه؟ بله در حال تعادل میمونه. خب پس هر با اهرم در حال تعادل باشه مفهومش چیه؟ در برابر دوباره بگو هر با اهرم در حال تعادل باشه مفهومش چیه؟ بچه اینو بنویسید. هر با اهرم در حال تعادل باشه بنویسید. هر با اهرم در حال تعادل باشه مفهومش چیست؟ به چه معناست؟ هر با اهرم در حال تعادل باشد به چه معناست؟ بگو هر با اهرم در حال تعادل باشد. نکن اینجا یه خط مونده به آخر علامت بزنید. هر با اهرم در حال تعادل باشه مفهومش اینه که اثر چرخشی هر یک از نیروهای یکدیگر رو تنفس میکنن. فهمیدید؟ آقای احمد بذار یک گیر بیاریم بالا مثل که صدات خوب نمیاد. کی میاد؟ با سلام خیلی دیست برادر میاد. سلام اصلا نمیاد. کیارش بیو ها کیارش
گوش کن تا شاید صدا بهت بهتر برسه. باش هر با اعروم ما در حال تعادل باشه که باشه؟ هر با اعروم ما در حال تعادل باشه مفهومش چیه؟ کیارش؟ کیارش؟ کارم سنده؟ کیارش؟ کیارش؟ سلام. سلام. کیارش می سلام نو می مرد. آها نه فنی مرد تو سایتی کو خوشکشی کی راه سارا. خب حالا به من داد. خب حالا من داد. خب بچه کیارش برای ما بگو که هر با اعروم ما در حال تعادل باشه به چه معنیه؟ وقتی اعروم در حال تعادل باشه یعنی نیر دو تا نیرو هم دیگه برابر هم دیگه سن. نه 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 اثر چرخشی شنو اثر چرخشی هر یک از نیروهای یکدیگر رو خنثا میکنن. اثر چرخشی نیروهای یکدیگر رو خنثا میکنن. فهمیدی چی گفتم؟ اثری که باز چرخش میشه دو تا هندی خنثا میکنن. خنثا میکنن. صدر یکی مونده به آخر علامت بزنیم. صدر یکی مونده به آخر علامت بزنیم. مثل یکی. مثل یکی میخوام بمونه که تموم بشه. مثل یه علامت اگر اینو مثلا تکیگاه حساب کنیم. خب بچا اینو تکیگاه حساب کنیم. خب آیا من جسمی عشاویزه نه خب اگه اینه تکیگاه جن ام دو حساب کنیم جن بزرگتر حساب کنیم اینه جن چه حساب کنیم جن کوچکتر حساب کنیم یک حساب کنیم خب میگه هر با اعرام اعرام در حال تعادل استاده خب اعرام ها در حال تعادله میگه چرا اعرام ها در حال تعادله بچه ها میگه اعرام ها در حال تعادله که اثر چرخشی هر یک از نیروها همدیگه را خنثی میکنه یعنی چی؟ آقا یعنی اعرام ها زمانی در حال تعادل قرار میگیره که اثر چرخشی ام یو و ام دو همدیگه خنثی میکنه احسن لابن مثلا اینجا لابن این اثر چرخشی این ام یک خب اثر چرخشی ام یک این اثر چرخشی دو با این اثر چرخشی دو لابن با این اثر چرخشی دو به اندازه همدیگه هستن اثر چرخشی به ام دو به اندازه میدونی شکلشو بکشین را کتاب کنم تا تکیه باید خوش میشیش آقا خوش میشیش اثر چرخششون همدیگه را خونسا میکنن و بخون این 99 کشیه بله اثر چرخششون همدیگه را خونسا میکنن و ما به این میگیم که چی؟ میگیم در حال تعادله میگیم در حال تعادله حالا اینجا رفتی اینجا آقا همدیگه خونسا بله فاصله را نخوام این منظر این ساعت در میشه با ساعت در این یک میشه ساعت در میشه به این میشه چی؟ به این میشه پیان ساعت در مخالف ساعت در مثلا حالا اگه ما اینجا بیم فاصله شو با این نیروی که بار میشه نیروی که بار میشه خب نیروی که بار میشه خب اون نیروی ها بیشتر فاصله شو بعد دیب نامیل دیه فاصله شو به نظر عرفی کم اون نیروش بیشتر بار میشه کم نیرو بیشتری بار میکنه ام یک یا ام دو؟ آه ام دو ام دو نیروی بیشتری بار میکنه فلش تو هم یک کشیده بزرگتره ببینه این فلش رو کشیده بزرگتر کشیده یعنی نیروی بیشتری بار میکنه فاصله شو را پس اینجا میشه اف یک آه خاطر اینی ام دو هم به تکیگاه میشه فاصله این هم بچه هم میشه فاصله این هم میشه دی یک خب این میشه اف دو فاصله شو هم میشه چی؟ دی دو دی دو آقا سیهم یا ام دوی آقا با تکیگاه نزدیکی را آجان که نیروی بیشتری وارد میکنه که این وزن خود دوتاشو هم دیگه خونسا کنه و تو حالت تعادل قرار میده خب یعنی اثر چرخشی هم دیگه را خونسا میکنه و به خاطر همینه که تکیگاه ما در حال تعادله خب ممنون خدا حافظ شما بچه خدا حافظ شما ما حاضر تو خودم میدونم کیا بودن داخل کلاس حاضر میدونم